بیانیه 65 تن از شخصیت‌های سیاسی و نویسندگان و مبارزان حقوق بشر و جوامع مدنی در اقلیم کردستان عراق برای تأمین حفاظت لیبرتی و رفع محاصره ضد انسانی. فراخوان به سازمان ملل متحد و دولت آمریکا. یک تیم سازمان ملل را به طور دائم در لیبرتی مستقر کنید. حکومت عراق را وادار کنید به محاصره ضد انسانی لیبرتی پایان دهد. همراه با گزارش‌های دو گروه کاری و 4 گزارشگر سازمان ملل متحد و همگام با کارزار بین المللی در 5 قاره جهان، ما خواستار تأمین حفاظت و امنیت لیبرتی و آزادی 7 گروگان اشرفی هستیم. امضا کنندگان از جمله عبارتند از بختیار حیدر، رئیس سندیکای وکلای کردستان، چالاک رفیق شیخانی، رئیس سندیکای فنی کردستان، دکتر محمد عبدالله پنجوینی، شخصیت مذهبی اقلیم کردستان، سیروان اسعد، رئیس مرکز فرهنگی کردستان، سعد بلباس، رئیس مرکز فرهنگی جوانان، احمد دشتی، شخصیت سیاسی کرد، ملا عبدالله ملا صدیق، شخصیت مذهبی اقلیم کردستان، عیاد کاکی، حقوقدان، حسن مصطفی حسین، حقوقدان و روزنامه نگار، دانر عبدالغفار عزیز، حقوقدان، آکو سلیمان شیخو، حقوقدان، فات سعید قادر، حقوقدان، آم اتکو، حقوقدان، شهلا صالح، استاد دانشگاه و مبارز حقوق بشر، یوسف حمد باپشتی، مسئول مرکز فرهنگی سوران، شیخ محمد خلیفانی، شخصیت سیاسی، بعد سعید ویسی، مبارز حقوق بشر، کارزان عزیز، مبارز حقوق بشر، حیدر دلزی، مبارز حقوق بشر، زکیه صالح، مبارز حقوق زنان، رنجدور گراوی، مبارز حقوق بشر، شیروان شیروانی، مبارز حقوق بشر، نجیبه محمود، مبارز حقوق زنان، سوزان فقه، مبارز حقوق زنان، هیوا عبدالله، نویسنده و مبارز حقوق بشر، قادر نادر، نویسنده و مبارز حقوق بشر، شوان عثمان، نویسنده و مبارز حقوق بشر، هیرش تاها حسین، مبارز حقوق بشر، رهبر محمد، مبارز حقوق بشر، هیوا میرانی، مبارز حقوق بشر، روا بلباس، مبارز حقوق بشر، هاوراز فایق ابراهیم، مبارز حقوق بشر، شیدار خضر ابراهیم، مبارز حقوق بشر، رستم رسول بابک، مبارز حقوق بشر، شاناز حسن محمد، مبارز حقوق بشر، شاجوان عبدالقادر رسول، مبارز حقوق بشر، پیمان عبدالله مجید، مبارز حقوق بشر، آسو کریم ولی، مبارز حقوق بشر، ابراهیم نادر ولی، مبارز حقوق بشر، یوسف ضرار حسین، مبارز حقوق بشر، عبدالرحیم حسین احمد، مبارز حقوق بشر، بختیار خطاب علی، مبارز حقوق بشر، و هوگر غریب خضر، استاد علوم دینی و قانون. دعت أكثر من 60 شخصية في إقليم كردستان العراق، دعت الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة إلى إلغام الحكومة العراقية على رفع الحصار التمويني عن مخيم ليبرتي. تلفزيون التغيير.
بیش از 60 شخصیت در اقلیم کردستان عراق از دولت آمریکا و سازمان ملل متحد خواستند دولت عراق را وادار سازند تا محاصره قضایی کمپ لیبرتی را بردارد. این شخصیت‌های کرد تأکید کردند حفاظت پایه‌ای برای ساکنان کمپ از جمله فراهم کردن نیازهای پایه‌ای پزشکی و لوجستیکی تأمین نشده است. شخصیت‌های کرد امضا کننده بیانیه بر گزارش مشترک دو گروه کاری و 4 گزارشگر سازمان ملل که در این رابطه صادر شده است تأکید کردند و همزمان با کارزار بین المللی خواستار آزادی 7 اشرفی ربوده شده توسط نیروهای مالکی شدند. مطالبه الافراج عن 7 من سكان مخيم اشرف الذين اختطفوا على يد القوات الحكوميه العراقيه خلال هجوم شنته على المخيم. دست و پنج تن از شخصیت‌ها و مبارزان حقوق بشر و جوامع مدنی و نویسندگان و روزنامه‌نگاران در اقلیم کردستان عراق طی فراخوانی بر اساس ارزش‌های انسانی و حقوق بشری دولت آمریکا و سازمان ملل متحد را فراخواندند تا دولت عراق را وادار سازند به محاصره لوجستیکی کمپ لیبرتی پایان دهد و در تأمین الزامات حفاظتی ساکنان از قبیل نصب تیوال و سنگر و ساختن ساختمان برای بیماران و تأمین نیازمندی‌های اولیه و خدمات پزشکی و لوجستیکی که به خرج خود ساکنان صورت می‌گیرد ممانعت نکند. شخصیت‌ها و مبارزان کرد به گزارش مشترک دو گروه کاری و 4 گزارشگر سازمان ملل در تاریخ 9 دسامبر 2013 و به اجماع بین المللی در خصوص آزاد کردن 7 از ساکنان کمپ اشرف که در جریان حمله نیروهای حکومت عراق به این کمپ در سپتامبر گذشته به اشرف روبوده شدند استناد کردند و در آغاز مرحله دیگری از کارزار دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی در عراق همگام با کارزار بین المللی در 5 قاره جهان خواستار تأمین امنیت و حفاظت از جان پناهندگان ایرانی در عراق و رفع محاصره ظالمانه لوجستیکی کمپ لیبرتی و به خصوص آزادی 7 گروگان اشرفی شدند. لازم به ذکر است که در مراحل قبلی این کارزار که از ماه سپتامبر آغاز شده بود، ده‌ها پارلمانتر و صدها شخصیت سیاسی و اجتماعی و مبارزان جوامع مدنی و روزنامه‌نگاران در اقلیم کردستان عراق حمایت خود را از این کارزار انسانی اعلام کرده بودند. متن بیانیه کارزار انسانی و بین المللی در اقلیم کردستان عراق برای تأمین امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی و آزادی 7 از ساکنان ربوده شده از اشرف. همگان اطلاع دارند که ساکنان کمپ اشرف از سال 2009 تا کنون 7 بار مورد حمله نظامی و خونین نیروهای عراق قرار گرفتند که منجر به کشته شدن 136 نفر و مجروح و مصدوم شدن بیش از 1700 نفر گردیده است. در کشتار جمعی ساکنان در تاریخ اول سپتامبر 2013 در کمپ اشرف 52 تن کشته شدند و 7 تن نیز شامل 6 زن توسط نیروهای عراقی ربوده شدند. کلیه ساکنان اشرف که اکنون در کمپ لیبرتی مستقر هستند طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده محسوب می شوند و از طرف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده و پناهجو به رسمیت شناخته شدند که از این نظر نیز بر اساس قوانین بین المللی افراد حفاظت شده هستند. از سال 2012 ساکنان اشرف به اجبار به کمپ لیبرتی منتقل شدند و آنها طی سال گذشته 3 بار مورد حمله موشکی قرار گرفتند و اکنون در شرایط سختی هستند. ما امضا کنندگان بیانیه حاضر بر اساس ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و با توجه به اینکه ساکنان لیبرتی در معرض خطر حملات موشکی قرار دارند با کارزار جهانی در حمایت از خواست‌های مشروع این پناهندگان هم صدا می‌شویم و از دبیر کل سازمان ملل و طرف‌های ذی‌ربط بین‌المللی خواستار این موارد هستیم. 1.
دولت عراق را وادار کنید که در پاسخ به نامه 19 نوامبر 2013 کمیساریا و یونامی محل 7 گروگان اشرفی را مشخص کند و آنها را آزاد سازد. ما همچنین خواستاران هستیم که یک کمیته بین المللی برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در خصوص کشتارهایی که تا کنون صورت گرفته تشکیل شود و نتیجه را اعلام کند. 2. دولت عراق را وادار کنید به محاصره لیبرتی پایان دهد و در تأمین الزامات حفاظت ساکنان از قبیل نصب تیوال و سنگر و در ساختن مکانهای ضروری برای بیماران و تأمین تجهیزات پزشکی که با هزینه ساکنان تأمین می شود سنگ‌اندازی نکند و کمپ لیبرتی به شبکه برق سراسری وصل شود. 3. به منظور جلوگیری از کشتارهای بیشتر و تأمین امنیت و حفاظت از جان ساکنان لازم است یک تیم سازمان ملل به طور دائم در لیبرتی مستقر شود.